انصاف نیست آدمی بیشتر از سنش احساس خستگی کند اما به گمانم روانشناس های دوده چراغ خورده ریاضتی مضاعف میکشند انگار روزگار برای ویران کردنشان عجله داشته باشد مهمان امشب ما از دیپلمات بودن دو تا تیر و یک جراحی پلاستیک نصیبش شده حدس میزنم می, زنم می تا آن بالا بالاها برود کما اینکه گزینه ی وزارت خارجه هم بوده اما ترجیح داده بنشیند پای صحبت بیرحم ترین قاتل کودکان تا برای کتابهایش فکت جور کند روانشناسی جنایی تا دور باطل بی تجربگی یک جا بشکند ترجیح داده جوری خودش را بسازد که در اولین موشک باران تهران بفرستندش روی آنتن زنده که بیا بیا و مردم را و بچه ها را آرام کن حالا آرام شدیم واقعاً سلام میکنم به همه فالوور ها فن پیچ ها و طرفداران عزیزم خیلی خیلی دوستتون دارم خیلی خوشحالم که باز در خدمتون هستم بله امروز قراری کار خارق العاده انجام بدیم اول ازتون خواهش میکنم که چی از سیبیلم خوشت نمیاد سربالاییشه آ... خشنه باشه یه ذره میدم پایین تر که خوب بشه خوبه خوبه همه چشما رو ببندن بله دستا اول مشت دونه دونه باز کنید یک دو سه چهار و تونی وسط ساعت چنده؟ چهار و نیم چهار و نیم ساعتیه که ایچه های چاکراهای انرژی به سوی همه ما باز میشه و بیشترین جذب از کائنات میتونیم داشته باشیم آره عزیزانم آره بله خب اگر که فنشویی بخوایم انجام بدیم آره آره سوال کرده بودید که فنشویی بله الان میگم ببینید تو خونهتون قسمت شرق خونه یه مقدار گندم گندم بریزید اونجا قسمت زل جنوبی ماستو با جون البته ترکیبش پنجا پنجا باشه یادتون نره به قسمت غربی کیف پولتون رو بذارید بعد از چارده روز باور نمی کنید. سرازیر میشه پول به طرف شما سرازیر میشه بله 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 سانشای عزیز بله تو که همیشه لایف من من هستی قربونت برم میرسه به سوالاتون که جواب رو بعد بدم آره اه آرتمیس اه تو فقط فقط طلاق باید بگیری راه دیگه ای نداری نه 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 نداری کامی جون اومده آره آره سلام کنید سلام کنید سلام کنید به کامی جون سلام بله بله آره اومده خوبه البته میدونید زنگ بزنید می سر کنید بله بله ببینید ساعت چار میهونم دیگه داره بیا چهار نیمه من بهتون سر میزنم قربان شما همه گی خدافید خدا سلام 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 علیکم با... سلام با... 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 شما با... 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 خوب هستید شما با... خیلی خوش آمدید خیلی با... خیلی خوش آمدید قربان چه... مشرف فرمودید فرمودی. خیلی مشرف, مشرف با... فرمودی بفرمایید خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید آه... دکتر خوب هستید خدمت شما هستیم تشکر افتخار دارید تشریف آوردید این جناب شاه ما این برنامه است خیلی با... با... خوش آمدید با... خیلی مشرف فرمودید روانشناس اینفلوئنسر روانخراش شدن و همینجوری دادن نه خیلی, خیلی خیتیه خلاصه بگم ب... نه نه این که دیگه بلاخره اونا طرفتاران اینا بر مشرف من برم یه دمنوشی چیزی براتون آماده ببکنم. بکنم, بیارم از شما درد در نکنه نه نه, نه خواهش میکنم خیلی ممنونم دست شما درد نکنه این بیشور این ماجره اینفلوینسرهای روانشناس اینا که خیلی هم لایک میگیرن و کامنت میخورن و کلی خلاصه بازار پر دارن این جریانش چیه؟ اولا تشکر میکنم از شما که به این موضوع اشاره کردید ما متاسفانه تعداد قابل توجهی روانشناسان زرد و صورتی و قهوه را زیاد داریم و نه روانشناسی خوب به منو دقیق کلمه نه روانشناسن نه مشاورن اما خوب صحبت میکنن، حرفای خوبم میزنن جذابن؟ و جذاب میکنن و اینستا میذارن کار مختلف میکنن که مشتری جذب کنن خیلی از مردم هم یه فلانی خوب حرف میزنه چه در داخل چه خارج جذب میشن سوال میکنن پاسخ میگیرن بعضی مدتی احساس میکنن که دچار پریشی شدن بدتر شدن خوب نمیشن بدتر میشن گاهی میگا مسکنایی بهشون میدن یه خورده فکر میکنن خوب شدن اما بعدا بدتر میشن و همینجات باید خیلی دقت کنیم پیش چه کسانی بریم در قانون نظام روانشناسی قید شده که سه هدف اساسی وجود داره یکیش دانش تخصصی روانشناسان که حداقل باید فوق لیسانس شوشن یا مشاوره دوم مراعات حقوق مراجعان حقوق مراجعان نیست که چقدر مثلا بیشتر از طرف نپردازه جناب آقای دکتر به نظر من حقوق مراجعانی که مراجعه به کسی مراجع کنه که او صلاحیت در واقع پذرایی از مراجع داره نمیگم بیمار مریض ممنوع تو روانشناسی به کار نمیبریم یعنی پیش تابلوها مال دست کسانی باشه که تابلو روانشناسی کمترین در واقع کاستری رو داشته باشن بیشترین صلاحیت داشته باشن حقشونه اینگه نوشتید مثلا روانشناس مشاور تابلو دادید آیا از کیفیت خوب برخوردار صلاحیت لازم داره مشاور داره باید بفهمد مثلا کسایی که میخوان برن اینو باید نظام روانشناسی بده یعنی رتبه یعنی بندی نظام روانشناسی کمیسیون تخصصی که قانون بله. میگه باید به کسانی تابلو بدن که مردم مراجعه میکنن پشیمون نشن بدتر نکنن اونا رو یا بی جهت نرم بگم بار هفته بعد به هفته بعد بیا یه مورد بود اخی... چند وقت پیش مثلا دو سه روز پیش بود من گزارش دادن واقعا دیدم که بی جهت یه خانواده رو ده جلسه کشوندن دنبال خودشون که بدونن این بچه بیقرار یا بیش فعاله بخوان اینقدر توصیه های مختلف با دریافت پول خب کار سختی است نظام روانشناسی هم اون در واقع ملزومات لازم و نیروهای لازم بر نظارت نداره نظارت ما خیلی ضعیفه و نیرو انتظامی اما که هم نمیتونن خیلی نظارت کنن سازم بسیستی هم نمیتونه, نمیتونه، نمیرسه باید یک دستگاه نظارتی و چطور بر عملکرد پزشکان نظارت دارن بر عملکرد روانشناسان و مشاوران در سطح کشور نظارت داشته باشن بدون نظارت نمیشه و از قدیم هم کتاب های زرد روانشناسی پرفروش بود بله اینا رو امشب اشکی میریزد امشب دختری میآید امشب من تنها هستم از اینا خیلی فراون بود الان کتاب چای زیادی هم شده مثلا حالا همونا به یه شکل دیگه ای اومده بخششون تو فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی هم واقعا پر شده باید نظارت داشته باشیم و مهمتر از همه خود آدمایی که تو فضای مجازی هستن به فکر سلامت روانی آرامش روانی خانواده ها باشن صرف اینکه خوب صحبت میکنن اما حرفای خوبی نمیزنن حرفای اساسی نمیزنن روانشناس باید کارش بنیادی باشه همه مباحثش جهان شمول باشه هم اقلانی باشه هم منطقی باشه هم معنوی باشه اگر بحثی که یک روانشناس داره منطقی نباشه اقلانی نباشه معنوی نباشه بنابراین نمیتونه مبحث علمی و غنی و راهگشا باشه یه مثال عرض میکنم مثال ساده هیچ روانشناسی هیچ مشاوری در اروپا آمریکا هستاری سالها تشریف داشتید حق ندارن به دختر پسری که برای مشاور اومدن بگن ازدواج بکنید یا ازدواج نکنید تصمیم ازدواج مهمترین انتخاب انسان در طول حیات انتخاب همسره قایت ازدواج رسیدن به آرامشه همسر مطلوب کسی که وجودش آرامشگر رامشگر نوازشگر باشه برای همیشه تاریخ تا بهشت باید خودشون تصمیم بگیرن این تصمیم خیلی مهمه من باید مشاوره بدم خصای شخصیتی رو هر دو نفر بدونم ولی مستقیما نه. باش کنم پیامت ها رو بگم اگر مثلا 15 سال اختلاف سن دارن یا 10 سال کدوم بزرگی؟ اون نتیجه گیری کنن من پیامت رو میگم این پیامت ها وجود داره بله آقا اینجوری، خانم اینجوریه مثلا وسواس داره ایشون یا سر داره مثال یا خود شیفته است یا افسرده است یا مضطربه یا کمال زده است کمال زدگی یعنی که کمتر از 20 قان اصلا نیست به تلاش بهانه نمیده. فقط نمره 20 میخواد بله. این حالت ها رو میرم آقای خانم دارن فرزن یعنی خودخواه خود است خود پیام اگر این عوض نشه پیامت هاشو من خودش رو تصمیم بگیرن مثلا دختر بگه بله من اینا رو قبول دارم حلش میکنم یا پسر بگه بله با اینکه این خانم این خودشیفتگی داره مثال میگم ما کمار زدگی داره استرابم داره خیلی هم خودشیفته است متکبنه یه خوردم اختلال پارونی داره بدبین هست میخوای ازدواج کنی ولی میگن اینا مثل کوهنورد مربی کونوردی میگن اگه برید مثلا در دیما برید در ارتفاع فلان ممکنه سخت باشه طوفان بیاد داده ها کد ها رو میدن احسن. و طرف باید خودش قضاوت بکنه حتی, حتی برای جدایی از... حتی برای جدایی اگه برای جدایی هم نه حق جدا بشید بارها شده که بعضی از این روانشناس های کم سوادن خیلی مهمه جناب دکتر نظر عزیز ببینید گفتن که شما به دردم نمیخورید چند رفتن بعض بله. بز... خب کی گفته به درده چرا شما در یه جلسه تصمیم گرفتی دو تا خانواده صحبتاش رو کردن بعد هفته بعد یعنی جرمه بله بله جرمه جرم. تو امریکا تو اروپا پروانهش رو لغو میکنن بازداشتش میکنن و اگر یک روانشناس در غرب در امریکا یا مثلا اروپا وارد رابطه باشه با بیمارش این هم جرمه بله اگر با خارج از وقت اداری تلفن بزنه به فرد یا دعوت کنه به قهوه بریم با هم قهوه بخوریم به مراجعینش ما میگیم مراجع اون پروانهش لغو بازداشت میکنه جریمه داره ایران هم ما منشورش ممنوع کردیم چون منشور اولیه رو من خودم تدوین کردم و شورا تصویب کرد ما یه ویدیویی درباره حضرت علی آماده کردیم با هم میبینیم و بعد گفتگو رو ادامه میدیم در شما باشید دکتر غلامعلی افروز چهره فروزان علم روانشناسی ایران است. نگاهی گذرا به دستاوردهای علمی او گواه این ادعاست. فارغ و تحصیل دکتر از دانشگاه میشیگان، استاد ممتاز، چهره ماندگار، مؤسس و اولین رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه تهران و دهها عنوان و جایگاه قبط برانگیز که همه را به دست آورده است. تازه او مدتی هم در اوایل انقلاب کاردار سفارت ایران در لندن بود. آن هم زمانی که این سفارت را گیروگان گیران شش روزی اشغال کردند و آنها را گروگان گرفت. دکتر افروز 74 ساله در طول حدود نیم قرن فعالیتش تلاش کرده تا خیلی از باورهای غلط درباره روح و روان افراد را اصلاح کند. بچه محله امیریه مردی صبور است که تلاش میکنم از او سوالاتی کلیشه ای نپرسم. از آن دست سوالاتی که عمری است پاسخ میدهد. بیا فلک را سقف بشکافی مترهی نو در اندازی. دکتور. شما بچه چهار امیریه ای؟ چهار مختاری و مسجد حضرت عبالفز حضرت عبالفز چه خبر بود اونجا؟ پاتوق سیاسیون بود؟ خوب اونجا بود؟ من و چند نفر دوستانمون استقای جومی های باقی ما مسئول فرهنگی مسجد بودیم حتا مارکسیستا میمدن تو دیگه اعلامیاشون تو دستشویی ها مسجد میذاشتن چون اونجا پاتوق سیاسیون بود ما خیلی مراقبت میکردیم اونجا یعنی پخش کتاب پخش کتاب بود کتاب امام پخش که اعلامیه امام اونجا مراقبت می مراقبت میکردیم که ساواک دستگیرشون نکنه آره مراقبت میکردیم که در واقع چندین بار ساواک گروش برده بود من اون دبیرستانم چند بار ما رو بازداشت کردن دانشجو بودم همینجور ولی باز سعی میکردیم که طوری عمل کنیم که موفق بشیم بودت ولی با این حال بورسیه دولتی دانشگاه میشیگان شدید بله من من 18 ماه طول کشید من شاید اول بودم استادا من معرفی کردم برای بورس تحصیلی نیاز داشتن ولی به دلایلی هم سواک مخالفت میکرد دوستا دیگر اینا که خیلی طرفدار سواک بودن ولی نهایتا چند نفر استادا ورود پیدا کردن مثل آقای کاردان خود رحمتشون کنه خواهم دکتر راسخ و آقای دکتر سیاسی ازش یادداشت گرفتن که به من با حداقل بورس ماهی 300 دلار گفتم میدیم که من اونجا بیشتر وقتا خودم کارم میکردم دا دانشگاه میشکان کار میکردم تا آخرین کارم هم دستیار پروفسور جان جردن بود شاید اسم شما شنیده باشید جان ادوارد جردن بزرگترین روانشناس اجتماعی جهانی شد یه وقتی فوت کرد چند سال قبل دستیار ایشون شدم دانشگاه میشگان که دیگه ایشون هم ما 500 تا رو دور به میدادن پس یه 800 900 تا جفت آره جور نمیشد اجاره چون من مسئول انجام اسلامی شمال آمریکا بودم وقتی میشگان بودم بله خب دیگه خیلی مهمون داشتیم ایرانی که مدن از فرودگاه میگرفتن <applause> که قبل از اینکه مارکسیستا دیگه واسه کوبیت بیام شما هم که این جذبشون کنیم جذبشون کنیم دیگه سخاوه اجاره کرده بودیم خلاصه مهمان نوازی می کردیم اول خیلی ما با یعنی یارگیری می کردیم یارگیری می کردیم دیگه مراقب بودیم دیگه حقم می در همون خرجمون زیاد بود درسته تفاوت زندگی و تحصیل در امریکا و ایران رو چگونه دیدید ایران پیوندهای های عاطفی دلبستگی عاطفی خیلی غنی و قویه حمایت عاطفی اجتماعی اینجا خیلی زیاده این حقیقتا اینجا اگر آرامش که ما میتونیم تو خونه پیدا کنیم و آسایش هم کنارش باشه خیلی ایدال اینجا الان شرایط اقتصادی امروز ما آسایش کم شده نتیجه کاستی های معیشتی در خانواده ها آرامش رو هم کم کرده و دیگه استراب بیشتر کرده دلهره دقدقه ایجاد شده تو امریکا تحصیلات دکترا خیلی قوی تر از ایرانه خیلی قوی تره کارشناسی ما قوی تر از امریکاست امریکا در لیسانسشون کارشناسیشون مثل دبیرستان بزرگه خودشون هم باور دارن من هم تو این کار ورود داشتم ولی اگر دانشجو اونجا خوب کار میکنه خوب حمایت میشه استاده کاملا تمام وقت دارن استاده کاملا دسترسی دانشجو استاده خیلی خوبه اما ما یه وقتی دانشجو کمتر استاد خارج از کلاس میبینن یعنی مشاوره مستمر دانشجو رو ما نداریم نمیتونیم داشته باشیم مشکل همینجاست دانشجو نیاز به مشاوره دارن هستالی خوب میدونید حدود 75 درصد دانشجویان دانشگاه تهران شهرستانی هستن و خیلی هاشون خوابگاهی هن. من و خوابگاه خوابگاه دانشگاه رو دانشگاه سایه میدونم همیشه هر وقت تونستم چه رئیس دانشگاه بودم نبودم رئیس دانشگاه هر از گاهی میرم خوابگاه با دانشجو گفته گفتگو اونجا شاکله شخصیت رقم میخوره نه در 1500 دانشگاهی. تو دانشگاه خوابگاه از شهرهای دور اومدن اونجا بله، بله، خیلی مهمه باید باشون صحبت کرد همه دانشگاه استادایی که یه مقدار یه مقدار با بصیرت و تعهد و دلسوزی و گشادوری صبوری هستن که از رسالتشونه که همه استادا در خوابگاه ها بچه ها صحبت کنیم این جلسات غیر از خوابگاه ها هم بر استادا خوبه هم بر دانشجو سال 59 اول شما... جنگ اول جنگ اول جنگ شما کاردار ایران بودید در سفارت در لندن درسته بعد چی شد که اون حمله صورت گرفت و گروگان گرفتن شما رو اول جنگ بود قبل از که جنگ بشه بله. من گفتم من اون سازمان استاد رخشان بودم گفتم شاید بهشتی خدا رحمت کنه آخه من اونجا نخ اونجا دوستان دیگه بودن نام بردم درس خوندم من بله. بودم گفتن نه ما شما برو اونجا خلاصه من رفتم اونجا دیگه فرمانشون به عنوان کاردار به عنوان کاردان و جانشین سفیر رفتم این نکته که عرض می‌کنم مهمه شاید مثلا خود از طریق پیگی کنید یه سر فرصتی از واقعا موازین قانونی دیدیم خیلی اذیت میشیم دیگه بچه ها من این نامه ای نوشتم پلیس رئیس پلیس دیپلماتیک لندن رئیس پلیس نامه هست رئیس پلیس دیپلماتیک که منو همکارام و ساختمون رو تهدید میشیم من نگرانم یه اتفاقی بیفته در آغاز روزهای جنگ بود من نگرانم اتفاق بیفته رئیس پلیس رئیس پلیس دیبور انگلیس بر من مینویسن که شما نگران نباش خود شما و همکارانتون و ساختمانتون رو ما حفاظت خواهیم که اصلا نگران نباش جوابشون هم من دارم منتها قبل از که جواب نامه رو دست من برسه یه روزی که مثلا ساعت ده صبح پلیس دم در, در وامی پشت در سفارت نگهبانی میداد و از رسم مهمان نوازیمون نباید این کاری میکردی ولی میشد دیگه این پلیس که سرما گرما با از سرش هم زیر جلیقش بود مثلا ساعت ده که یه بیسکویتی چای قهوه میدادن به همکارا ایشون هم دعوت شدن که مثلا میاد تو نباید میومد تو پلیس اومد تو یه قهوه بهش بدن حالا شیش هفت نفر از این تروریست های حزب بعث عراق یکشون هم بیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودش اینا حزب بحث بودن تو اونجا بودن اینا اومده بودن که ما رو گرگان بگیرن دیگه در 15 نفر هم عقب داشت که این پلیس انگلیسی ساعت ده میاد تو چک کرده بودن همه دیده بودن بعد یه مرتبه من بالا با چند تا از خبرنگار ها مصابه میکردم ایمپک بوده دونم مثلا مجلات مخصوص ما بود مصابه میکردم یه مرتبه دیم که اینا با یوزی میان تو چند تا یوزی و اصله یوزی داشتن نارنجک یوز شیش نفر ریختن داخل سفارت افروز تو توی تو دکتر افروز گذاشتم خلاصه اومدم بالا من خواستم برم ساختم بغلی زدم من رو پرت کردن که من 28 ساعت بیهوش شدم افتادم بعد از 28 ساعت این گزارش دنبال شما بودن بله کاردار سفیر نبشتیم اونجا سفیر نبشتیم نه دیگه من بودم دیگه 28 ساعت من بیهوش بودم اینا که بودن بعثی بودن بحث عراق بودن اینا تو بغداد دوره دیده بودن که بیان ما رو دیارگان بگیرن سفارت ما رو بگیرن آغاز جنگ بود که ما رو ما تسلیم بشیم سفارت تحویل و بدیم از دیپلمات ها چند نفر شهید شدن؟ لواسانی شد شهید شد دیگه و آقای سمزده سمزده روز آخری که پلیس اومد در تیراندازی همین تروریست ها کشتن با تیر به من تیراندازی کردن با ایشون آه. به من دو بار زدن یه یعنی شما مجروح شدید شهید لواسانی و شهید سمزده و شهید سمدزاده دو دیپلومات مجروح شد. شهید شدن شما و آن دیگری هم مجروح, شد شدید. آقا... بعد آقای دکتر عزتی هم نارات قلب پیدا که ایشون بستری شد. شما کمک می‌کرد دکتر بعد عزتی. اونا رو گرفتن بسیا رو خب کشتنشون دیگه همونجا همونجا اس او اس زد اومد بیرون. شما کجاتون تیر خورد من رو هم چونم هم بینیم هم در واقع پام که افتاده بودم کجای چونتون من این زیر چونم اینجا شد که جراحی کاملا بینی من جریه پلاستیک از جونم بریدم و چسب بودم اونجا این رفته بود تقریبا بعد شما دیگه از اونجا رفتین سراغ همین بحث روانشناسی و در شهست هفته دیگه سای من من پیشنهاد کردم میخواید سفارت دیگه بری از گفتم من نه سهم حرفه که من فقط چوب گولو. خوردم و گله خوردم و اصلاعی خوردم ده. از سال شستم تا حالا هم که هست دارم بعضی برنامه تکراریش بخش میکنم سال ۶۰ شکوفای زندگی داشتیم با آقای شاژای فرق خانم قدیم. ما قدیم آقای دکتر پروستن هم زحمت بکشتن موقع و خیلی آب بودن کار میکردم اون حوزه. بعد و بعدم تلویزیونم تلویزیون هم خب برنامه خانواده زیاد داشتم سال اول جنگ هم که اولی موشک افتاد تهران من رفتم تلویزیون گفتم چیکار کنی که خیش نداری بشه آفرین یعنی مدیریت مدیریت هیجان و استراب بحران آره. روان آره به پدر مادر گفتم اینجوری اینجوری بشه؟, بشه به که اولی موشک عراق اولی موشکو زد بله مثلا گفتم بچا تفریح کنیم مثلا بری جایی که زیر زمینی است مثلا حیاط خلوتی است چراغ فانوس ببریم مثلا آب ببریم مثلا بگیم بخند به هم شوخی کنید تا بیاد بره دیگه اصلا به خونه بخوره احتمالش خیلی زیاد اصلا نیست ولی فرض کن رعد و برق داره بیاد نگران نباشید خب اینا هست نوارش هست دیگه خود آرامش دادن خوبه خیلی هم آرامش آرامش دادن مهمی بوده تون شرایط که ما چنین متخصصین نست. بحرانی کم داشتیم خیلی خیلی سخت بود سر ماجرای قاتل زنجیری بیجه که در اطراف تهران 37 کودک رو تجاوز کرد و به قتل رسوند شما با یکی از دردناکترین پرونده های فجیع تجاوز و قتل تاریخ معاصر بود شما رفتید و با بیجه صحبت کردید بله و یه جا حتی به بیجه و به پلیسا که دورورش بودن گفتی که این دستبند بیجه رو باز بکنید من میخوام باش صحبت بکنم باید. این ماجراش چی بود و نترسیدید از اینکه اون کسی که بیجه بوده اون قاتل عجیب و غریب زنجیره چیزی برای دست دادن نداره یه وقت بلایی سر شما بیاره بیجه جالب اینجاستش که بعضی از روانپزشکی رفتن پیشش گفتن این کودک بود خودش مفعول واقع شده بهش تجاوز شده حالا عقدای روانش داره پخش میکنه به خاطر این در حالی که اینجوری نبوده یعنی هیچ کس به تجاوز نکرده بود بعد بله. خب 26 هفت داره کشته بوده اصلا کاملا گفتم میخوام صحبت کنیم با هم قبول کرد قبول کرد ما مجوز گرفتیم رفت اتاق مدیر زندان آوردن خب جلوی ما چای گذاشته بودن این حرفا هم پاش زنجیر و دستای زنجیر آوردن بشینه این روانشناسی جنایی نحوه مصاحبه خیلی مهمه گفتم اون خاطره که اذیتت میکنه تلخ ترین خاطره عمرت هم بگو اگه اشکال نداری بگی بگو میدونی تو دو روز اعدام میشه من میخوام بگم که من کلمه عقده روانی و سایکولوژیک کامپلکس میگن از بیجه یاد گرفتم چشیدم خونده بودم عقد روانی یعنی چی ولی بیجه من یاد داد یاد داد انتقاد داد عقده روانی یعنی چه این کار من بود که یاد به من بصیرت داد این مصاحبه اونم کجا تو گرما چی گفت از شما گفتم که بدترین سم. گفت من از یکی از دخترهای روستامون خوش اومده بود به پدرم گفتم که میخوام با این ازدواج کنم عقد کن بارد دختره خیلی خواستگار داره. من میخوامش پدرم گفتش که تو بچه ای حالا الان نباید ازدواج کنیم اجازه من ازدواج کنم هر کاری که میذاره نکرد بعد من به فکرم شناسنامه بردارم برم با این خانم بریم عقد کنیم خودمون دو کار کنیم با هم قرار گذاشتی مثل که دانشو پزشکی هم بود نه در درست... کم حالا میگم در درست... نه دختره دختره نه نمیدونم چی بود دختر نهایتا دیدم پدرم شناسنامه رو برداشته بهم نداد بهم نداد بعد البته قبل از اون گفتش که من مادر داشتم اولی اینو گفت مادرم فوت کرد جوون بود مادرم پدرم ظرف سه چهار روز یکی دیگر گرفته آورد تو خونه یه نامادری آورد من نامادری دوست نداشتم این جغد روش نامادری دوست نداشتم نامادرم من میزد تا میرسید ما میزد پدرم اونو دوستش داشت دوستش کرده بود اومدم خونه چپونی از مدرسه میرفته کلاس دوم بود از مدرسه اومدم بعدم به وقت پدرش بود چوپانی میکرد دیدم تو شناسنامه مادر جیده است که از محضر آوردن با پدرم عقد کرده عکس شدم نفرت بده کردم شما زده بود یه عکس کوچولو مثلا دو درسه از مادر خودم داشتم اینو عکس اونو کندم اینو با آب دهانم چسبوندم به شناسنامه خانومه شناسنامه مادرم بچگی کردم پدرم که اومد چغلی منی کرد که این محمد وردشی این رو کرده ببین چی که که عکس من پاره عکس پدرم با شلاق هم سیم بود و هم زنجیر بود هم چرم بود اینقدر منو زد دیگه همسایه گفتن مرد دیگه چقدر میزنی مرد من من فکر کردم مردم پدرم گفتش که حالا حوصله ندارم برید حالا الان اصلی برم چالش میکنم همسایه گفتن که من نفس میکشم آب بردن صورتم پاشتن ولی پدرم فکر من یقینم مردم منو بردن تو خونه بقل دستی و بعد از مثلا چهار پنج ساعت من به هوش اومدم ولی دیگه تمام بدنم کوفته بود دیگه نمیستم بخورم بعد به پدرم گفتن حالا خوشبختانه زده گفت نه من که بخواستم من چالش کنم یعنی به حد مرگ زد منو گفت این اصلا نفهم بیدم بچی یعنی چی از فردا گفت نباید مدرسه بدی با من صبح میم چپونی اسبم از پدرم رو افتادم صبح من بود چوپانی بچه 7 8 ساله شب می تو خونه اونجایی لو قنوم می خورد بعد تا بزرگ شدم که بس ازدواج کنم با کسی که بعد خواستم راند را تصدیق بگیرم راننده وانت شم بازم شناسنامه من نداد چه پنج بار منو ناکام کرد منو ناکام کرد و من دیگه بعد اومدیم ورامی اصلا شبا کابوس میدم که پدرم چرا انقدر منو کشت چرا ازش من ازدواج چرا ازش من قوینام بگیرم برای خودم کار کنم این عقده هایی که جمع شده بود منفجر شد می دیدم بچه ها دارم میرم مدرسه من زرنگ بود دندونای خوشگل با حافظه قوی تو مرسم زرنگ بود سوادش هم خوندن نوشتن خوب بلد بود دو کلاس بیشتر نخون متاسفانه نه مشاور میگه که چرا نمیاد بیجه و مدرسه نه پدر مادرش پیش گفتم برامید که تیم درس خونده افتادم اونجا چپونی ادامه چپونی تو برامی میکردم بعد بچه ها از مرسی نگاه میکنم به بچه ها هرسم میگرفت من بعدی این دانش آموز میشدم می که بعد شروع کردم این کارا رو کردن بعد اول که یه نفر میکشه اول حیوان میکشه یه از حیوان یه بچه کشته میشه پلیس میاد و خلاصه مشکوک اینا تازه اومدن از جای مختلف اونجا شهید اومدن اینجا بعد وقتی برای سن محلی میکنن ایشون یه صفت داشت کمرویی داشت خجالت میکشید این نکته مهمه بگم از نظر روانشناسی خیلی توجه نمیکنم به بسیاری از قضات دادگستری خدمت شد بودم جلسات مختلف روانشناس پلیس این نکات عرض کردم براش خیلی مهمه پلیس باید بدونه اگر پلیس اینا رو میدونه پلیس روانشناس جنایی میدونه، همون یه دونه رو کشی دستگیرش میکرد خیلی از آدمایی که جنایت میکنن آدمای کمرو خجالتیان من در کتاب روش کمرو رمش درمان نوشتم موضوع بسیار مهمیه بعد میان چند تا پلیس همسایار رو میچرخونن که اینجا این دو تا آدما بیجه و پدرش برادرش اینا چه جور آدمایی هستن همسایه‌ها میگن آدمای نجیب و سربزیرن. مردم عادی فرق حیا نجابت و کمرو رو نمیدونن بعض از معلمان بعضش متاسفانه بچه های کمرو خجالتی انضباط بیست میدن بدترش رو میکنن آدم های کمرو در واقع تبادل بسری ندارن ارتباط بسریشون کمه کمرو ها با جنس مخالف نمیتونن راحت صحبت کنن با همسن های هم نمیتونن بس خوبه بدتر میشن فقط با کوچولوها ها راحت تر بله. برای همین ایشون سراغ کوچولوها ها رفت من بعدم بهش گفتم که علت چی بوده اونجا که چند تا دختره مختلف بودن ایرانی افغانی می‌خواست ازدواج کنی با اونا گفت نمیتونستم با دخترات سلام علیک کنم میدونستم نمیتونه دیگه خودش بگه با این بچه ها بود چطوری عاشق اون دختره شد اون دختره یکی پیغام آورد براش یکی از همسایه هاشون که این دختره دختر خوبیه مثلا اونجاست اونجاست فلان روستاست به تو میخوره بیام عقد کنیم مثلا بعدا ببینید سر زندگیتون یه واسط داشت خانم خیلی دجی بود بر بود که اصلا بیاد اینم خوشش اومده بود نهایتاً بعد که میگن نجیب گزارش من قاضی هم اینا رو رها میکنه برش کنید در حالی که کشته بود قاتل رو رها میکنه نه مشاور میفهمه چیه نه قاضی نه پلیس که اگر میفهمیدند این همه قتل دوست همه اتفاق من, من تبدیل کتاب کردم بیجه چرا جانی شد سازمان زندان ها چاپ کرد این کتاب رو. کتاب درسی هستن همین بباسی نوشتم اونجا کتاب درسی شد جلساتی که برای تعدادی از قضات محترم گذاشتن پلیسا بابا اینه این بند خدا این اقدای روانی این کار رو کرد و من میخواستم ببینم چقدر میتونم پشیمانش کنم یا نه پشیمانی نمیدیم ازش شم. بعد میگو اگه من بتونم همه ایرانی ها رو بچه های دنیا ها رو بکشم اگه من نمیگرفتن ادامه میدادم دیده اصلا پشت ندارم نداریم چون اصلا وحشتناک بود حرفش اصلا این چه مشکلیه که خیلی از این سیاسیون قدرت مداران جهان دوچارشن بسیار عالی فرمودید نگاهتون نگاه خیلی روانشناخته خیلی زیباست حق با شماست بعضی اینا وقتی که احساس میکنن اون به برتری طلبی سلطه جویی که احساس میکنه در دنیا داشته باشن یک گروهی یک گروهی امروز دارن اونا رو از بین میبرن مقابلشون ایستادن و بچه های اینا هم این کارو خواهند کرد اگر بچه های رهبر ما شهید شدن میگن نواش هم پس فردا جای بچه هاشو میان بگیرن اگر این بچه ها زنده بمونن بیان دوران بلوغ نوجوانی عملیات انتحاری علیه انجام میدن اصلا ازشون بگیرن بعد میان تمام وزمار خراب میکنن دیگه میگن اینا رو یه سرباز کوچولو میپندارن یعنی به عنوان یک بمبی به اسلحه یک نیروی مجاهد فعال میدونن که فل الان این بچه شیش ماه هست یک سال است. ولی بالقوه یک مجاهد آزادی فلسطینه بله و همین جهت اینا دیگه نه رحم دارن نه در واقع شفقت دارن هیچ چی نمیفهمن و خود شد الان بزرگترین خیزش دانشجویی تو تاریخ اروپا آمریکا تاریخ آسیا الان در امریکا شروع شده بیش از 2000 هزار دانشجو بازداشتن و هم هم امریکایی چون ایرانی ها و هندی ها و پاکستانی ها چون خارجی ها که چون با ویزای دانشجو جستن میترسن برن اخراج شن اونا کشور اخراج کنن. خبر دارید شما این خیزش اصلا حس نمی کنن. اصلا محکوم کردن حس نمی اینقدر قرق هستن در این خودکامگیشون خودپرستیشون مست خودپرستی بودن احساس نمی کنن این خیزش ها رو اینقدر محکومیت اصلا نمی فهمن سالها رئیس دانشگاه تهران بودید و سالها استاد بودید در دانشگاه استاد ممتاز بودید به نظر شما اون چه که دانشجو میگه و مطالباتی که داره در حقیقت مطالبات جامعه است. نبزش همون نبز جامعه است نکته خوب اشاره کردید مطالبات دانشجویانه که ما هستیم مطالبات بعضی از مطالبات خب برای خانواده است برای جامعه است خاص ولی بسیاری از مطالبات دانشجویان ما براشون ایجاد شده یعنی مثال دارم میگم ما یکی از ارکان در واقع تأثیر پذیری حوزه شناختی جوانای ما اما دانش دانش آموزان در حوزه فضای مجازی است این فضای مجازی مرزی نداره یعنی تأثیر پذیری رفتارها برخواست از باورهای ماست همه رفتارهای ما از باورهای ما این نسل زد با نسل فعلی انقدر شکاف ایجاد شده یا حداقل در باور این شکلی به نظر میرسه این فضای مجازی چند درصد دخیل بوده توش تو این شکاف نسل ها من نکته رو با یه توضیح عرض میکنم کاملا نکتهتون درسته خب تلویزیون میتونه در این حوزه ایجاد شناخت کمک بکنه من چند تا مثال میزنم اگر تلویزیون ما شبکه های ما ضعف داشته باشن برنامه های ماهواره ای ایجاد میکنه شناخت ایجاد میکنه یا مجازی فضای مجازی بیشتر شناخت ایجاد میکنه اگر ما نتونیم شناخت خوب بدیم شناخت تحولی به نسلون بدیم به قول شما نسل زدون اینا ایجاد میشه دیگران جاشو پر دیگران جاشو پر میکنن ما باید شناختی بدیم که همرا به احساس خوشایند داشته باشه دیگه نشده بازم هر جا شروع کنی برای فردا برای پس فردا یعنی دنیای اونها با دنیای نسل دیگه خیلی فرق میکنه هر رفتاری قابل تغییر جناب دکتر نجف صادز. هر رفتار قابل تغییره اما هر روشی توسط هر کسی و در هر شرایطی ممکن موثر واقع نشه باید روش ها رو عوض کنیم تلویزیون باید روش ها رو عوض کنه من به یکی از دوستان شب جایی بگفتم احتمالا فردا شاید برم نتونستم شرمندم چند وقت خواستن گفت واقعا ما مدتی فقط این برنامه نگاه میکنیم اصلا تلویزیون فقط برنامه برای برنامه برای داشت یه آدم استاد دانشگاه علم و بود اصلا گفت ما اصلا و این برنامه رو نگاه میکنیم و چقدر برنامه خوب بوده مفید بوده براشون مثال میگم اگر ده 15 برنامه موازی همینجا باشه مردم آخه دلیل نداره که نگاه کنن شبکه های خاص رو نگاه کنن خود حضرت علی فکر میکنید که همونقدر که در زمان دهه شست و هفتاد از طریق تکرسانه که رقیبی هم نداشت میتونستید پیامتون رو به مخاطب برسونید و تأثیر گذار باشید امروز اگر آنتن زنده در اختیارتون باشه میتونید باز هم چنین تأثیری روی این نسل داشته باشید و آیا ادبیاتتون و نوع راهکارهایی که مطرح میکنید به فراخور نسل امروز هست یا من باید خودم تغییر بدم یا من خودم تغییر بدم یا روشم تغییر بدم به جایی من اصلا شما صحبت کنید خیلی کارا میشه اما برای اینکه این, این گسست رو پر کنیم چه باید کنیم گسست نسل رو میگه کتاب نو گسست نسل من یک ملاحظه ای دارم در گسست نسل به سرعت عرض می یه وقتی که باد بزنه میره پنکه میاد نسل باد بزن میره پنکه یه وقتی پنکه هست میره کولر آبی میاد یه وقتی کولر میره فن میاد اینا نسل باد بزنای کم میشه اما چه چیزی جای عطوفت محبت تایید و تکریم میگیره هایی که در خانواده شاهد دلارامی آرام شافنی پدر مادر خودشون هستن بچه که یقین دارن پدرشون عاشق مادرشونه مادر عاشق پدره بچه ها جناب آقای نجف سود عزیز سه تا حق عاطفی دارن سه تا حد دقل. من اخیرا هفتانش سه تا حد دقل. حق دارن پدر مادرشون دوست داشته باشن دبستانی نقصد نوجوان حق داره. بچه های شما حق داره شما دوست داشته باشن و حق دارم پدرم دوست داشتنی بشه مادرم دوست داشت مادر افسرده نشه پدر پرخاشگه و کم نشه به رغم همه کاستی های اقتصادی هر چی پس حق دارم پدر مادر دوست داشته باشن حق عاطفی اول دوم حق دارم پدر مادر دوست داشتنی بشن من حق اکسیژن دارم و حق دارم اکسیژن پاک دارم و سوم بچه های ما حق دارن یقین داشته باشن قلبم پدر عاشق مادره مادر عاشق پدره اینا آرامشگر هم دیگه هستن یعنی به نظر شما این بیس ماجراست آره. تو خانواده حالا چه نسل زد باشه چه زمان م... خ... تیکموشا اولی شما مثلا موبایل یا لپتاپ خب حتی اگه خانواده خیلی گرمن باشه انقدر جذابیت داره که اون نوجوونه اون بچه حتی در اون کانون گر جذب میشه میره توی دنیای دیگه حالا من اتفاقا میخوام بگم که اگر اکسیر محبت در خانواده غنی بشه شما مثال دارم میزنم الان مثال من خیلی خانواده درک میکن اکسیر محبت قنی بشه موبایل ثانویه میشه تلویزیون ثانویه میشه پدر مادری که بچه هاشون دوستشون دارن خب یه خاله میاد دو هم نشستن اتاق براش گرفتید یه بچه کلاس سوم و و یه اتاق خصوصی میز و میز و تحریر و همه چی وجود داره بر درس بخون مشروع میز حالا من اومدم خونه شما خانم شما هستن خانم هستن با هم میگیم میخندیم این بچه مخش نمیرسه دیگه اونجا فوقش میاره وسط ما دو نفر دراز بکشه مخش اینجا نمیرسه یعنی از این تعامل گفتمان پر از اطوفت و محبت لذت میبره بچه ها تشنه این گلواجه های محبت هن. بچه ها همه تایید پذیرن تکریم پذیرن ترقیب پذیرن تشویق پذیرن تکسیب کنید کنی؟ این... اینا باشه گسست ایجاد نمیشه یعنی شما میکنید اه... همین گلواژه ها تو خانواده میتونه به نوعی باعث بشه که کانون خانواده اینقدر گرم بشه که حتی لپتاپ و تبلت و اینجور چیزان برکنه باز یه مثال شما سالها امریکا زندگی کردید خب بله. با خانواده مثال میکنیم بله. منم چهار پنج سال میشیگان بودم مثال دارم میگم بچه اونجا بودن هستید بچه ها, هست. بچه ها دنیا آمده بچه چیز دیگه هست. خب آمریکا رو هم می‌دیدیم که خیابوناش هم می‌دیدیم دیسکوهاش هم می‌دیدیم همه جاش چه خبره دیگه آمریکا بله خب بی حجابا با هم هر می‌دیدن دیگه الگوی بچه‌ای که پدر مادر اینجا با هم صمیمانه خالصانه عاشقانه با هم ارتباط دارن الگوشون پدر مادرن نمی‌تونیم عوض کسی نمی‌تونه کنه میره مدرسه سی تا دانش آموز هستن هر اتفاق میفته میاد به پدر مادر میگه یعنی معیار زندگی بچه‌ای که پدر مادرشون میان با هم الگوشون پدر مادره پدر اینجا اکثر هم قافلون خود اینا در قفلتن پدر مادر من درست میگن کلید و, و, اون کلید اصلی رو تو نو... این میبینی که پدر مادر رابطه رو معقول باشه یعنی یعنی اکسیر محبت بچه بچشه بچا اینا که اکسیر پدر خدا که پرخوشگر کرد مثلا پدر مثلا میخواد مادر عصبانی تندخو پدر تو خونه احساس تنهایی میکنه با هم درگیرن آها. بس طلاق رو مستقیما این بچه, بچه این بچه معتاد به اینترنت میشه شما خودتون تو فضای مجازی فعال هستید از آخرین پستی که گذاشتید دو سال میگذره من اینستا ندارم به دلایلی نمیتونم مدیریت کنم دیگه نمیخوام سوار هستید رو این فضا نه ولی من توی در واقع واتساپ دارم فضا تلگرام دارم تو در حدی که هست کار میکنم نه یعنی اگر... مثلا لازمه کار آره من توییت خیلی می ها. توییت های من همه معناداره و همش مخاطب داره مخاطب بحبت بح بح. جناب شاقلان آقا دست رو درد نکنه چای نبات حالا مخصوصه آیه این خیلی دست, درد دست شما درد نکنه خیلی, زحمت کشید حالا چای نبات جناب استاد صافی شای... خیلی عالی بود تشکر دست شما درد نکنه ما متشکر اتفاقا اتفاقا خیلی سر وقت آوردید بله خواهش میکنم چطور به خاطر اینکه ما الان می‌خوایم بریم سر بحث احتیاط صحبت کنیم شما سالها مشاوره ستاد مبارزه با مواد مخدر بودید. دکتر این چای نباته تونه سردشه با اونجا به و... شورای مشاوره اونجور هستیم چی چیکار کنن خانواده ها که دوچار این حالا بلای خانم آنسوز یه ذره کلیشه شده ولی واقعا بلای خانم آنسوز دوچار نشد ارس کنم که نکته خوبی اشاره فرمودید من چند تا نکته رو کوتاه عرض می‌کنم باور غلط باور غلطی که نوجوانان پیدا میکنن جوانان پیدا می‌کنن آغاز این اعتیاد ویرانگر ویرانگر من دقیقه کلمه باور غلطه باور غلط که چی مثلا میگن که گل و ماری و و الستی و غیره معتاد نمیکنه سرخوشی میده انرژی میده به آدم آدمو سرحال میاره و دلیلش همینه که تو آمریکا هم آزاد کانادا هم آزاده نوجوانا میتونن برن گل و حشیش و ماری جوانا تهیه کنن استفاده کنن مثلا میگم بالای 18 سال مثال خب و این میگن که سرخوشی میده مقاله نوشتن کار کردن شما تا تست کردیم حالا من نه ولی اونی خواهم بگم اولا طریقات جدید جهان شمول بیانگری نیست که گل هشیش مارجوانا، الستی و غیره همه اینا مشتقاتشون مصرفش به صورت سنتی یا الکترونیکی چون دستگاه الکترونیکی تولید کردم براشون آماده بشن اینها به قول فرنگی ها میگن اینا موریشه موریش یعنی فوزون خواهی داره مورش یعنی مثل تخم خوردن میگن از یو more مور یو وانت ایت مور and مور میشه موریشه یعنی فوزون خواهی ایجاد میکنه کسی که یه بار حشیش مصرف میکنه میگه که خوشش اومد دو ساعت بعد مثلا یه بگو مگو میکنه بکی ناره دوباره میره سراغ حشیش بعد دوباره شب خواب بعد صبح پا میشه حشیش میکشه حشیش رو مارجون رو میکنه میخوام بگم که این مورش بودن یعنی فوزو خود همون جنس این باعث میشه که طرف بیشتر مصرف کنه و نمیتونه که بیشتر مصرف نکنه بعد از این و ده. نمیتونی مصرف شما دچار اعتیاد شدید شدید شما ام. من چند تا مثال میذارم کوتاه شدید شدی و این اعتیاد شدید اعتیاد به گل حشیش مال جوانا الستی دیگه توی تام همین نوشتم اعتیاد جدید باعث انقباض سلولای مغزی میشه یک سلولای مغزی رو منقبض میکنه انقباض انقباض میشه باعث انقباض سرون میشه ظرفیت هوشی بچه های کم میشه بیشتای تحصیلی پیدا میکنه یه تحقیقات بله بله تحقیقات تحقیقاتی که در انگلستان آمریکا کانادا شده منم کارم اینه سیل با. میکنم مثلا برای اون شورای مشاورانی که خدمت آقای دکتر مومنی هستیم باید گزارش بدیم من اینا رو مکتوب دارم تحقیقات جمع کردم تحلیل کردم خیلی مهمه آه. خب دشوار بی اشتهایی تحصیلی میشن فرنگی میگن منتال وامتینگ اصلا میل ندارن بدخوابی میشن کم حوصله میشن ترد و شکننده میشن حساس میشن بد اخلاق میشن پریشانی روانی پیدا میکنن گاهی موقع دچار توهم میشن و بعضا افکار خودکشی به سرشون میاد خانواده باید مراقب باشن چیکار کنن خانواده بعضی بازی خانواد. بازی 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 بچه ها با این دستگاه کوچولو الکتریکی وصف میکنن فکر میکنه مثلا یه چیزی باید مثلا به کامپیوتر میذاره داره شارژ کنه شارژر نیست وسیله استعماله بله شوشای بله. شوش مختلف میخوام بگم بله به همین خیلی احتیاط کنن خب خانواده چیکار باید بکنن بچه‌ها که کدوم بچه ها بیشتر مصرف میکنن آها اونایی که در خلأ میافتن اونایی که دچار فشار ذهنی میشن از فشارهای ذهنی چه شغلی چه تحصیلی مراقب باشیم انتظارات بیش از حد برای تاثیر بچه ها معدل های بالا انتظارات برای قبولی در کنکور دانشگاه در رشته مثلا فوق عالی فشار کار فشار بگو روابط در دو جور هم آمران هاموکیانه هم لوس پرورانه جفتشون ناس پرورانه نباشه اینجوری که تعادل نباشه نه میخوام بگم که کار سخته به همه اینجوری اتفاقا زیاد شده یعنی اعتیاد کامل من دقیق کلمه به نظر شما یکی از دلائله. این که میرن به سمت اعتیاد برخی ها مشکلات در خانواده است یکیش اینه یکیش برای در واقع تسکین بعضی از دردها از بین بردن استراب از بردن هیجان اون حس آرامش که نیاز دارن به جایی که مثلا یه فعالیت های دیگه داشته باشم برم ورزش کنم مثلا با خدا راز الان سنتی ها خطرناک تر از این اونا خیلی خطرناک تری که چون پدر مادر و خانم حالا الان دارن چیکار میکنن سنتی رو نشسته پای کامپیوتر آها و اونا بوش هم میگیره سای کامپیوتر دارم اصلا کسی متوجه نمیشه چه چی میکنه. بوشو کنه. میگیره یعنی با کامپیوتر بعد سنتی ها داره که اصلا بیرون در متوجه نشه دیگران آها اصلا نمیدونن چیه یعنی برای... نه اونا فیلتر نیست اونو که میزنن تو سوکت تو نه نه اونا که داشته توش تو بعضی از چیزات گذاشتن که این داره فیلتری میکنه که واسه مراقبت اه. میکنه خیلی پروسه تو داره که نمیخوام بحث بکنم عجیب اینا رو من... یعنی سنتی هم خب طبیعتاً خطرناکترن آه. های دکتر آدم ها رو در نگاه اول میشه شناخت سخته خیلی سخته از تون صداشون از موج چهرهشون موج شونشون میزان استراب اونها میزان آرامش رو مشخص میشه آها. یعنی یه ای تجربه میخواد یه بصیرت میخواد آدم تشخیص بده یعنی مثلا شناخت افراد بر اساس رنگ مورد علاقه شون یا غذای مورد علاقه شون قبول نداریم نه،, نه نه اینا ببینید اینا اتفاقه مثلا ماه تولد روز تولد اینا رو اصلا قبول نداریم مثلا اینا... خردادیا اینجوریان نه نه یه این شکلیه حالا راز می کنم ماه تولد اینا خود به خود اینا نیست ماه تولد فی نفس نیست متای یه جمله بگم که در تایید این نظر شما مهم ببینید متولد نیمه دوم دوم سال اینا از نظر هوشی و از نظر وضع تولد بهتر نیمه اولی هستن پیش رفته ازشون بهتر برید تو مدارس چک کنید نیمه دوم سالی ها بهتر بهتره. بهتره. تولد من و جناب شاغلان بود هر دو هم نیمه اول باش باش وقت این جمله رو نه به طور نسبی خواهر برادای دیگه برای اینکه سه ماه دوم بارداری افتاده به زمستون به زمستون های سم... سه ماه افتاده زمستون ها که کمه خوب. اگر سه ماه شما جناب که خیلی ماشاءالله باهوش خلاقی سه ماه دو شو تو تابستون سه ماه دوم بارداری الان نابغه جام بودی آه. نسبیه دیگه بین خواهر برادرا چند اون وقت این بنابراین نتیجه چیه نتیجه که نطفه انسان مثل جوانهای طبیعته آغاز شکوفای جوانه که در دنیا بهاره بهتر نطفه آغاز بهار منعقد بشه نطفه جوانه انسانه ولی ب... این که مثلا شخصیت شخصی از روی ماه تولد و اینا رو شما قبول اینا نیستش ندارید. ولی میخوام بگم که اه اه اه. تفاوت هایی پیدا میکنن بخش تفاوت ها مال وزن و اون سه ماه دوم بارداریشون تفاوت جدی درسته این اون وقت تست شخصیت, شخصیت شناسی و اینا رو هم قبول نداریم با تفسیر بشه همینجوری خام قضاوت کردن کار نادرستیه و توصیه میشه که نرن خانم آقایون تو اینترنت خود سنجی کنن فایده نداره به جایم هم نمیرسن. چقدر این جمله معروف درسته که همه مشکلات ریشه در کودکی داره ببینید شما یه ساختمانی که میلرزه ساختمانی که مقاوم نیست کجا برمیگرده فونداسیونش کجاست فاندیشنش کجاست این پیکی کردن دیگه این فاندیشن یعنی ده، ده. این در واقع این بنیاد اولیه ساختمان که پیریزی شده هر چقدر استوارتر باشه چینش روی این پیه ها بیشتر میشه آیا دکتر بیشترین مشکلی که اطرافیان شما حالا از نزدیکان شما یا در مطب ازش گلایه دارن این روزها چیه و به خاطرش به شما مراجعه میکنن استراب و افسردگی پریشانی فکری پریشانی روانی متداول ترین اختراع روانی در دنیا است از جمله در ایران قبلا هم اینجوری بود در 60 و 70 بود احساس ناامیدی احساس کلافگی فکری الان بیشتر شده کلافگی فکری کوفتگی ذهنی پریشانی روانی متاسفانه بیشتر شده بیشتر شده. ما باید به داد اینها برسیم آرامش در خانواده حاکم بشه یعنی شما در, کلاسه در درست جامعه, جامعه بیشتر شده بله نسبت به یعنی که برای یکی اینکه که واقعا خب مشکلات معیشتی جدی است در کشور ما خب چاره نداریم ما و هر جا میرسیم از مشکلات و گرانی های زنجیری اختلاس های حتی حتی حساب که مردم دارن میگن متاثر شدن از این فضای ناامیدی یه اصابر فضای مجازی بالای 90 درصد پیام ها پیامک های مجازی همه چی واتساپ اینستاگرام هر چی است بالای 90 درصدش در دنیا منفیه یعنی ایران این منفیه جوان ها امیدشون از دست میدن یعنی امید کردن در در ایران ما ایران ما میدونن که وقتی که امید از دست بره، آدم پریشان میشه احساس بیهودگی میکنه احساس خودکشی میکنه یعنی امید نواد از بین بره یعنی امیدار از بین میرن دل از بین میره به افت تأثیری در بچه ها خیلی زیاد شده خیلی زیاد بعد شد شده بعد از کرونا بیشتر شده بله بله بعد هم گرا... ها به خودکشی خیلی زیاد شده باید جلوش بگیریم خلاصه چجوری جلوش بگیریم؟ باید با این که در معرض در معرض آسیب های این چونی هستن ارتباط داشته باشیم یعنی باید معلمان عزیز ما اینقدر فرصت داشته باشن اینقدر عشق علاقه شون بره بالا. اینقدر حمایت مجلس و دولت داشته باشن اینقدر رضامندی شغل داشته باشن اینقدر باله. آرامش داشته بله باشن ولی خود معلمی که از نظر معیشتی همین دیگه آرامش داشته باشن به بچه ها آرامش بدن به بچه امید بدن یعنی بله. حل مسائل اقتصادی از نظر شما اون خیلی میتونه کمک کنه به, کمک به کمک کم, کم کنه. شدن این بحران ها و اختلالات. های خانوادا خانواده معلم ها خیلی کمک باید بله. ما هزینه باید تو خانه مدرسه بکنیم دو تا محل اصلی هزینه کشور که میشه. معلمی که تأمین باشه از نظر روحی از نظر مادی اینا کلی پتانسیلش بیشتر میشه و بلفل میشه اگر یه معلمی خدا یک بچه ها بگه از, از مرسی که بودم سر را اسناب میزنم چرا تا سر بود این دیگه شکسته میشه چیزی نیست. بچه ها شکسته میشن درسته آی دکتر روانشناس ها هم باید قمخار دیگران باشن هم قمخار خودشون خسته شدی تا الان از این وضعیت نه من حقیقتش خسته نشدم ولی یکی از مشکلات که روانشناسا و مشاوران خیلی عمیق و دلسوز پیدا میکنن فرسودگی شغلیه آها. فرسوده میشن این فرسودگی جدیه این فرسودگی در روانشناسا و پزشکا خیلی فرسوده میشن یعنی میاد مثلا میگه که من شوهرم معتاده دخترم اینجوریه پسرم اینجوری شد خودم دیگه میخوام این کارا رو بکنم خب اینا رو انتقال که میدن تا آدم میخواد راهنمایی کنه طول میکشه دریافت این جور در واقع ددناکه. پریشانی آدم فرسوده میکنه ولی چون اگر خدمت صادقانه باشم بیسته مشکلی نمیشه خود روانشناسا, روانشناسا به تراپی نیازمند میشن سود به سود. صد در صد هم پزشکا هم روانشناسا روان درمانگرها ها چرا همه جا دنیا اینجوری این فرسودگی زیاد و اشتغالات فکری گاهی موقع فشاری که میاره خودش مشکل پیدا میکنه خود شما تا الان شده برای این زخم که خوردید این همه داده هایی که وارد شده به شما و اینا برای تسکینش بریم پیش روانشناس یک روان تراپی من نرفتم ولی من خودم دارم میگم حالا شاید اینجا صلاح ندارم من نماز که میخونم بسم الله الرحمن الرحیم بل ان الانسان لفی خس هل این آمن بالحق و امروز شغال خواهد تواس و بلحق و میگم باید صبور باشیم دیگه اگر صبوری رو پیشه کردیم اون میشه تراپی شما خودم آدم خود درمانی اگر کنی. رفته بودید تراپی اگر رفته بودید خودتون به عنوان یه روانشناس پیش یه روانشناس دیگه امروز تو برمودا به ما میگفتید راسته شد 100 درصد مثلا نگران, ای نبودی اصلن نه، اصلن نه ها نگران ها این نبودید که قضاوت بشید نه اصلا نه اصلا نمیگفتم چرا بعضیا نگران از اینکه که برن پیش یه روانشناس بگن به کسی یه یعنی کسی وقتی میگی فلانی برو پیش یه روانکاو مثلا ببین چه بعضی وقتا بهشون برمیخوره فهم میکنن مثلا الان یه خورده بهتر شده، از وقتی نظام روانش ایجاد شده امه. بهتر شده قبلا فکر میکنه هر کس پیش روانشناس روان درمانگه مشکل روانی داره مشکلی مثلا خل چرا دیوونه است مثال میگم ما نقص فلان داره ولی نه آدم باید برای اگر نیازی باشه باید بره دیگه فرزند مثال میگم دیگه تو همه چیز که من خود درمانی نباید بکنم شما برای قلبم برای فشار خونم برای بله. کبدم بهترین متخصص من میرم باید برم مثال میگم ما. برای... شما از تاریکی میترسین نه نمیترسید شما اگر نامرئی میشدید مرزهای اخلاق رو رعایت میکردی؟ من یاد گرفتم رعایت کنم یعنی یک در درونم یه مثلا اگه نامری که... میشد هیچ کس هم شما رو نمیدید هم کاری بود یاد میکنش. گرفتم خب خودم میگم علم یعلم ان الله خدا که ببینه من نمیبینم آیا میدونی که خدا میگه که خدا میبینه چه ترجا هستی آدم شرم میکنه اگر باور داشته باشه که خدا میبینه خدا علیم ناظره خدا میگرم گرم نلایه خدا داری میبیند اگر با من سعی کردم باورم بشه کدوم کلمه ایست که کار آدم تا آخر بسازه اون کلمه همینیست که بدانی که میدونن و سلام در محضر او هست خیالات هم میبینید تا اینجا محیط هست به کل موجود آه ما میشه میشه اون وقتی کم دوبار معصیت میره و اگر کسی که خدا میداند و میبیند در آن با آن همه همه موجودات امکانی را تکیلا معصیت نمیدونه مثل مثل غیر اختیاری آی دکتور باید چیکار کرد که تو دنیای امروز فریب شایه ها رو نخورد خب اینم فر فرماشو کانون درسته شایه کتابی دارم روانشناسی شایه و شاید کار کسانی است که جنگی دارن با جنگ اقتصادی میکنن جنگ سیاسی میخوام بکنن میخوان کسی رو ورشکست بکنن کسی نیست برای خودش یه ابزار جنگ روانی خبر مهم داری مثلا چی خبر اینا ساختگی یعنی که راه های مختلف برای شایعه است اهمیت ندید جواب شایعه رو نباید داد اصلا از کجا بفهم این شایعه است مثلا این خبری که الان دارم میخونن از کجا بفهمن این درسته یا شایعه است ببینید فرمایش ما کاملا درست من به همیشه دوستان میگم که اگر یه خبری اومد اقلا ده تا خبر اومده مطمئن نیستید. یقین ندارید درست یا غلطه خب همه یقین نداری چه بله. دوستای خودمون دو تا شب بررسی کنید بازنش نفرستید برای قبلش از منابع متواتر چک کنید چک کنید دیگه آه. چرا نشید جای فلان کس میخواد حمله کنه فلان کس رفت اونجا فلان کس دو بلا فلان... فاصله فوروارد نکنید فوروارد نکنید بازنش کردن فرستادن کار آدمای ساده بینه بعدم شرمنده میشن آقا این واقعیت ساختن آقا این جمله فلان کس نیست من یقین دارم نیست شما یقین ندارید من حاضرم همین, تأمله، همین تعمله همین چک کردنه همین یه جستجوی درست, دلستم. کردنه خودش باعث میشه که این چرخه تشدید شایعه محزه. یه جاهای مختل شه درسته؟ کاملا درسته آه. بگیم نه. مثلا بعض منابع هستن کافیه که من بگم من بررسی کردم از آقام پرسیدم دروغ محضه ایشون خونه رو نشسته میخوام بریم ملاقات یا مثلا خبر رو میبینم برن تو منابع خبری دیگه هم چک کنم بس همین دستور الهیه میگم خدا میگه که در قرآن ولا تقف ما لیس لک به که یقین ندارید نفرست نگو احسن. برای کسی فوروارد نکن احسن یه منشور باید داشته باشیم میگم دوستان اگر یقین داری بر من بفرستید اگر یقین نداری نفرستید از کجا یقین دارید شما بعضی کار اونایی که واقعا کذابن تو این حوزه کار میکنن برای تخریب ذهن جوان ها ده تا نکتری میفرستن دوتاش دو تاش درسته دو تاش درسته ولی هشت تا دیگهش نادرسته <applause> اونا هم بلدن به شیوه ای که بلدن چو دوزی با چراغ گزیده یعنی دو تا درست میذارم توش این کار نفاقه کار تحریفه <applause> ما دقت کنیم الان دقت کردن در این حوزه مهمه میگن که هزینه تراپی انقدر گرون شده که برای اینکه مراقب سلامت جیبتون باشید خیلی قبل از اینکه برید تو رابطه تأمل و تفکر رو تدبر کنید ویزیت ویزیت روانشناسا چند الان ببینید خیلی کم بود اخیرا دولت محترم مسبب کرده مثال دارم میگم که برای دکترا مثلا برای 45 دقیقه حدود 400 تومن اگر این میزان رو رعایت کنن به همه همکاران رو ارز میکنم رعایت کنیم بالاتر از این سخف گرفتن زشته یعنی تزیه حق مراجعه کننده از خلاف قانون خلاف شرع خلاف اخلاق خب اونام هایی دارن دیگه همکاران شما حلا. اونا میگن هزینه مثلا م... منشی دارم هره. رهن اجاره یک اگر دارم نمیتونید از یعنی این کارو نکنید اگه نمیتونید کار کنید چهار پنج برید یه اتاق بگیرید چهار تا اتاق داره آه. هر کس یه اتاق برداره برای خودش حتما نباید از اینا رو بله یعنی هر کاری میتونیم بکنیم بله. یه آپارتمان چهار خوابه بگیرید چهار تا اتاق داره هر یه اتاق برید سخت. یعنی این اگر زیاد زمین که الان بیمه بیمه خدمات بیمه بخشش از امسال شروع کردن تا و... تقریبا 70 80 میخوام بیمه بده خیلی یاد میده ارتش بوده می خیلی جاهایی که میدن بیمه رو ولی نهایتا شرط اولی که بیمه بیشتر از این نمیده از این آقا یه میلیون نگیرید که فقط فاکتور 400 تو این کار غلطیه. ما اگر صادقانه خالصانه کار کردیم خدا برکت میده شما مطلب دارین منم یه مرکز داری مؤسسه خیریه است مال مؤسسه خیریه جا... یه چیزه نه 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 قدیمی و آیت الله قدیمی جات کردیم الان یه بخشش مرکز ما مشاوره است رایگانه بقیه هم از همکارا طرفه من هم اونجا معمول خودم از کسی پول نمیرم من ترجیح میدم که تا بتونم دافترام رو خدمت در حد توانم من حقوق هم دانشگاه تهران میگیرم اکتفا میکنم یعنی فوزون خواهی ندارم مثال دارم از میکنم ها. هر چی که بتونم چه منزل چه بیرون افرد. خدمات روانشترسیم رو تقدیم رو تر توانم از این کارم رزت میبرم شعری هست که بخوای رو دوربین بخونید در همین ارتباط میگم حالا من شرکت میگه من نمیگویم سبن در باش یا پروانه باش چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش حالا شدی روانشناس حالا شدی مشاور مشکلات خانواده هر میخوای بکنی مشکلات حل بکنی هدایت کنی بر ازدواج ماندگار هدایت کنی به تحصیل استوار هدایت کنی افسردگی ها بره خودت هم خوب باش سالم باش ببخشید جناب اختیار دارد. روزنامه شما هم آماده است گفتیم که تشکرتون بدیم استدام کنم جناب شاولان محبت کردید شما تمنا می کنم بفرمایید خدمت شما یادگاری است عالی ببینید خوشتون میاد قربان خیلی عالی دست دعوا کرد شما انجام بدید عالیه خواهش من برنامه فاخر تلویزیون شما در این ارتباط جدی عرض با آقای دکتر جبلی هم تبریک میگم که چنین حمایت دارم میکنن انشالله پستالی بله. آقای دکشن از جناب آقای نجفی از همه واقعا بله. امروز بله. اومدم بله. خوشحال شدم من خوشحالی مضاعف شد که بله. کار کار فاخری است بله. و محمد. کم نظیره یعنی کار بله. فاخری کم نظیره بله. نه در سطح ملی در سطح جهانی هم همینجوره شما رو من چون از قبل میشناختم شما رو برنامهتون همیشه یک انسان فعال و فکور و پویا بودید شخصت پویایی دارید و این پویایی خیلی ارزشمنده هم هوش دارید هم خلاقیت دارید و پویا هستید یعنی دا... پویایی خیلی مهمه بلند اندیش هستید این همیشه بودید و سعی میکنید هاتون فاخر بشه فقط مراقب باشید که خیلی کوفتگی پیدا نکنید در این تلاش یعنی باید هم خودتون هم مثلا رئیس محترم سازمان آیدو که جبلی دوستان همه کمک کنن به همدیگه در کاستی ها خستتون نکنن نکنم. نارسایی ها نکنن مثلا اکثر وقت با انرژی هم یکی از بزرگوارانی که خیلی انرژی میگیرن مثلا شما وقت ورودم ملاحظه فرمودید دیگه با حاشیه ها با همین که مثلا این صفحات مجازی اینو خودش خیلی درگیر کرده اینا <applause> جناب شاغلان <applause> اون, اون کوفتگی رو استاد ایجاد میکنن برای ما بیشتر وقت <applause> نه نشاد ایجاد میکنن خوشبختانه جلو هم یه ذره باید احتیاط کنیم که هممون هم یعنی خودم هم دارم میگم میخورده دامنه توجه آدم کار آدم گفته که درست گاهی مقاچ خیلی طبیعیه نتیجه خیلی از کارا خب این خستگی لذت داره باید. ما دو جور لذت داریم یه لذت نفسانیه یه لذت روانیه لذت نفسانی گذراست لذت روانی نشاط منایی میده ماندگاره بله. مثل اینکه مثلا من تشنم یه لیوان آب به من میدن یه لیوان آب میخوام بخورم شایدن نیاز دارم یه بچه 5 6 ساله لبش خوش آب 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 من میگم بیا آبش اون قلوب قلب میخوره من سایکاسوماتیکه اصلا قدرت در ریزه من متحول میشن تشنگی برطرف میشه بله. این لذت همون روانیه

دستون درد نکنه خیلی ممنون است خیلی متشکرم محبت فرمودید بازم متشکرم خدا نگهدارید خدا حفظ شما خیلی خیلی محبت خدا حفظ شما دست شما درد نکنه بله چی توصیه داشتی که به اون خانم میگفتی جدا شو آره دیگه من حالا دیگه آخه دیدم تو فضای مجازی همه افه میان منم گفتم یه افه بیام دیگه حالا گفتم مثلا بگم منم روانشناسی بلدم اشکالی داره نه نه قولم کارش شما درست پس شما درد نکه کارش شما سلامت